رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، عیدتون سلام، مبارک باشه. شما هم همینطور. سلام و عید شما مبارک. خیلی ممنون، خیلی بفرمایید. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر، من 39 سالم هست، در واقع فرزند اول هستم، یک خواهر 5 سال کوچیکتر از خودم دارم و مدرک تحصیلیم من از ایران تحصیلاتم مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی خوندم. بعد حدود 14 سال پیش به کانادا اومدم و در واقع با خواهرم و مادرم اومدیم. من پدر مادرم جدا شدم و بعد مادرم ازدواج مجدد کردم، ما من و خواهرم و مادرم اومدیم کانادا. شما در چه سنی؟ نه اصلا در چه سنی که بودید پدر جدا شدن؟ پدر مادر جدا شدن؟ من تقریبا بکنم 20-21 بودم، 20 مثلا، شاید بین 20 تا 21. خواهرم هم 5 سال از من کوچیک. حالا اون که متوجه هم. شما 20 و 1 بودید، اینگونه که من شما فهمیدم 24 و 5 شما اومدید کانادا، درسته؟ بله، حدودا فکر کنم مثلا. خب حالا مادر شما هم با سرعت جدا شدن، دو تا بچه داشتن، ازدواج مجدد کردن؟ بله، من مادرم به خاطر اینکه تقریبا پروسه طلاقشون با پدرم حدودا 2-3 سال این وسط هی دعوا درگیری و کشمکش بود، بعد یه آقایی که خیلی قدیم به قول معروف میشه گفت عشق قدیماشون بود، ایشون کانادا بودن و در واقع از طریق ارتباط فامیلی ایشون همزمان تو همون جریان جدایی مادر من ایران اومده بودن یه سفری و از این جریان خبردار شدن و چون خب قبلا هم دیگر دوست داشتن خیلی سریع این پیشنهاد به وجود اومد و مادر منم با ایشون ازدواج کردن و اومدن کانادا. خب این آقا خود این آقا قبلا ازدواجی نکرده بوده؟ نه ایشون، نه ایشون فقط لانگ ترم ریلیشنشیپ داشتن در کانادا و طبق گفته خودشون به مادرم گفته بودن که من بخوام. حالا جزئیات چون نمیخوام بدونم، ولی میخوام بگم آخه کمی غیر عادی بود که با اون سرعت اون آدمی که بعدم همراه با مهاجرت. حالا متوجه شدم که چه شده. این الان مادر شما چند سالشونه؟ فکر کنم 58 باشن. و این آقا چند سالشونه؟ 64 فکر میکنم. بسیار خب، حالا برگردیم سراغ خود شما. شما الان اینجا هستید و برای چی لطف کردید تلفن کردید؟ من خودم آقای دکتر تقریبا 16 سال پیش ازدواج کردم. در واقع منم یه جوری موقعی که اومدیم کانادا من یه بوی فرندی داشتم که از ایران، در واقع میشه گفت اولین اکسپریانس ارتباط خیلی نزدیکم هم بود ایشون که بعد خب شدن همسرم و من اقدام کردم، ایشونم اومدن کانادا و تقریبا 16 سال ازدواج کردم. و مثلا مادرم اون اول خیلی با ازدواج من مخالف بودن و دلایلشون هم این بود که مثلا با تحصیلات ایشون، چون ایشون دکتر دامپزشک بودن یا مثلا سنشون هم سن خودم بودن، اینا مشکلی نداشتن از اون نظرهای اجتماعی، ولی از نظر مثلا خانوادگی یه مقدار با خانواده ایشون مشکل پیدا کرده بودن که پدر مادرشون مثلا خیلی دچار افسردگی شدید، اضطراب شدید و مشکلات مثلا سنگین روانی اون شکلی بودن. بعد خیلی مادر من دچار ترس شده بود، میگفت مثلا برادرشون هم یه ازدواج ناموفق داشتن طبق تعریف و توضیح هایی که مادر پدر ایشون به مادر من و پدر من داده بودن، یه حالت هول و وحشت شدیدی مادر من گرفته بود که اینا اصلا درست رفتار نمی کنن و اصلا حالات روانی درستی ندارن. ولی من اون موقع خب خیلی جوان بودم، مثلا شاید واقعا تو اوج 21 سالگی مثلا یه جوری واقعا عاشق شده بودم و در اون زمان احساس کردم من دیگه فقط همین ایشون رو میخوام و دیگه هیچ کس غیر از ایشون رو نمیخوام. و تقریبا تا اومدیم ازدواج کنیم 2 سال طول کشید، یعنی من تقریبا از که 23 سالم بود. بعد 6 ماه من اومدم کانادا خودم تنها به خاطر اینکه با اقدام میکردم و بعد برمیگشتم مثلا ازدواج عقد میکردیم و این پروسه ها رو میگذروندیم. توی این 6 ماهی که من اینجا بودم خب یه کمی مثلا دوری و دیستنس بود و یه مقدار دلتنگی بود. در این حال من خب آدم های دیگر رو دیدم، بعد مثلا احساس کردم من واقعا تو فاکتورهایی که برای من مهم بود از نظر انتخاب شریک زندگی، خب من با تحصیلات ایشون اوکی بودم، مثلا اینکه خب درآمد برای من مهم بود، یا ولی تو خصوصیات ظاهری
من یه مقدار احساس میکنم خودم کمکاری کردم، یعنی فهمیدم که اون حالتی کمیستری فیزیکال اترکشن من نسبت به ایشون اونقدر لولش بالا نیست و مثلا قد ایشون مثلا اون قدی که من میخوام نیست. شما مطمئن هستید که در ازدواجتون دنبال کالا که اندازه هاشو هی مطرح میکنید بوده تا انسان؟ یعنی مسئله انسان رو با قدش و سنش و اینا و هم اینا مهمند و سر جای خودش باید باشه، ولی این نگاهی که شما دارید به هر حال، شما بالاخره با ایشون ازدواج کردید یا نکردید؟ بله آقای دکتر، بسیار سوال منم همینجا. نه سمین، خب برای که شما با هم موافقت و مخالفتاتون مثل است. شما الان اگه شما نکم 16 سال ازدواج کردید، ایشون چند سال از شما بزرگترند؟ ایشون هم سن من هستن، تقریبا 5 ماه از من کوچیک‌تر. اوکی. فرزند چیزی دارید از این ازدواج؟ بله من 2 فرزند دارم، یه پسر 7 ساله یه دختر 4 ساله. بسیار خوب. و اینجا که آمدید، یعنی کانادا که آمدید، هر دو چه میکنید؟ ما کانادا اومدیم تقریبا 13 سال اونجا بودیم، الان جدیدا موف کردیم اومدیم کالیفرنیا و اونجا در واقع من یه رشته جدیدی فارماسیوتیکال تکنولوژیست رو توی کالج شروع کردم بخوندن که اصلا هم دوست نداشتم اون رشته رو، ولی به فشار و اصرار همسرم که میگفت این رشته خیلی آینده خوبی داره و درآمد خوبی میتونی ازش داشته باشی، ولی من متوجه میشدم که واقعا این رشته اشتباهیه برای من و من کلا خودم راه اشتباهی رو دارم میرم. ولی خب چون ایشون همیشه مثلا یه پرسونالیتی انگار من دارم که احساس میکردم تایید ایشون رو نیاز دارم، یعنی خیلی ایشون بیشتر از من میدونه، باهوشتره مثلا، اسمارتره یا نمیدونم از این چیزا. یعنی نه خب ایشون هم باز نگاه کارایی داشته، حرفش این بوده که اینجا چون پول بیشتری توشه برو اونجا. یعنی متوجه شدم. خب الان آمدید، چرا از کانادا آمدید به امریکا عزیز؟ به خاطر اینکه سالها واقعا ما اونجا از آب و هوا اذیت میشدیم و خب به هر حال یه سری دوستایی داشتیم که اینجا بیشتر بودن و همیشه من شخصا خودم این بر رو زندگی کردن این طرف رو بیشتر دوست داشتم، هم برای به هر حال اپورتونیتی های بهتری که داره، هم آب و هوا. البته من بعد یه توضیح بدم که کانادا در شمال امریکاست، این ور اونورش هم این شرق و غرب امریکاست. دوستانی که در شرق کانادا هستن با سرمای اونجا روبرو هستن، از تورنتو گرفته تا مونترال، ولی دوستانی که در غرب هستن مثل ونکوور اینجا هوای سردی نداره و بنابراین گله و شکایت شما از سرمای شرق کانادا است. بله، نه غرب کانادا. اوکی. بنابراین حالا الان آمدید اینجا و حالا اینجا چه میکنید؟ شما اولا اون رشتتون اینجا به درد بخور به درد میخوره که کار بکنید یا نه؟ آقای دکتر خدمتتون بگم که اینجا من الان رو ویزایی که الان هستیم رو ویزای کاری همسرم هستیم و ایشون مشغول کار هستن، خب اینجا درآمد بهتری هم دارم و خیلی به طبع از شرایط کاری اینجا راضی تر هستن و به فکر اینم هستن که حالا در آینده اگه بتونن بیزینس خودشون رو داشته باشن. من رشتم رو تغییر دادم، من رشتم رو رفتم توی شاخه لایف مستری کانسالتنت، 2 سال پیش یک سرتیفیکیشن گرفتم و کلا یه مقدار وارد به قول معروف اسپیرچوال منتورینگ و این مسائل شدم و اونجا بود که من احساس کردم همین نصب رو بذارید. من چون خوشحالم که یه نفر با مطالعات و تحصیلات و اینا اومده، ممکنه من بگید مقصود شما از اسپیرچوال واقعا چیه؟ یعنی اسپیرچوال چیه؟ اگه یکی بخواد یه تعریفی بکنه شما راجع به چی صحبت میکنید که تو این زمینه شما رفتید؟ یعنی در واقع تعریفی که من براتون بکنم این هستش که همون اینکه ما همه زندگی رو فقط تو بعد مثلا زمینی میبینیم و تو بعد اینکه ما انسان توی این کال بعد انسانی، در واقع یه مقدار مفاهیم عمیق‌تری در رابطه با اون روح و اون هدف آخر کجای زندگی ما، کجا روح کجا توی این زندگی شما که اصلا دوتاییتون مادی بودید، حالا جالب رشتتون. نه من میخوام بگم این اسپریچوالیتی تعریفش چیه، یعنی چه چیزی تو این دنیا؟ ای برگردید بگید همه این چیزای دنیا مادی غیر از اینو میفهمم. خب اون که چی شد بحث ما بعد طبیعی، یعنی هرچی که غیر از طبیعت، اون که توضیح نده، مثل اینکه من بگم اینجا و همه جای دیگه. من میخوام ببینم این اسپریچوالیتی که شما اصلا دارید
توش کار میکنید تو مردم کمک کنید، برای این جهانی چی؟ حرف چی؟ اینکه این جهان مادی فانی مهم نیست، اینکه مشکلی رو حل نمی کنه. یعنی اینکه این جهان مادی خیلی هم اتفاقا مهم هست، ولی اینکه مردم رو کمک میکنی، که مثلا بعضی از افرادی که خب خیلی چیزا توی همین دنیای مادی دلشون میخواد، مثلا ماشین، خونه، اون ریلیشنشیپ، اون چیزایی که خیلی دوست دارن، ولی خودشونو باور ندارن که میتونن اون چه ارتباطی به این چه ارتباطی به اسپریتوالیتی داره که بحث روانیه. یعنی اینکه اون قدرتی که به هر حال اون نفسی که در بدن ما میره و میاد، اون نفس کانکت به یه قدرت ما برای خب ما عزیزم اگر هست که هست، اگر هست که هست، این نیست که نیست. خب این که چه ارتباطی داره؟ من میخوام ببینم شما چی کار میکنی. ببینید من در به در دنبال این هستم که من یکی به من توضیح بده این اسپریچوالیتی و روح یا روحانیت چی کار میکنی، یعنی شما چه میکنی. این که شما برگید بید یه نیروی هست، خب این که حرفی نشه. خب نیروی هست، اصلا هفت نیرو هست. یعنی اینکه آقای دکتر اینطوری براتون توضیح بدم که یعنی ببین خیلی وقت آدم مثلا خود من نوعی که الان من به شما زنگ زدم از کمک شما استفاده کنم، یعنی اینکه ماها تمامش توی این دنیای انسانی که داریم زندگی میکنیم، ما سیچویشن ها و دغدغه های دنیای انسانی زیادی داریم که بعضی وقتا انقدر اینا بزرگ میشن و ما توش غرق میشیم که دیگه اون خود واقعیمون که به قول معروف پرقدرت ترین حالتی هستش که انسان اون بازدم و نفسی که توش میره میاد و اون حالا اسمشو نمیدونم اصلا چیزی نگفتید شما عزیزم. آخه شما که دقت دارید به مثل من برگردم به اینکه سرمون رو بالا میکنیم به آسمان میریم، پایین که میاریم به روی زمین میریم، آخه اینا که اصلا توضیح اسپریچوالیتی من میگم یعنی چی؟ آخه اینا چه این چه آدما پایین و بالا میرن، آدمایی که هم میخوان زیاد میخوان به دست بیارن، به دست نمیارن، غمگین میشن، خشمگین میشن، نگران میشن، ناامید میشن، اینا که در حوزه روانیه. من میخوام خارج از این حوزه که شما یه چیز متفاوتی هست، ولی واقعا یه سوال جدی است. بنابراین بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. ای میتونید اگر نه که چون تالا بگید بهتون بگم من هرگز از کسی جواب نشنیدم و حالا وقتی یه کسی روی خط آمده و فرصت اینقدر مناسبی است بعدم تو این کاره، من میخوام ببینم یعنی چی یه چیزی متفاوت از آنچه که تو چارچوب بحث‌های روانشناسیه و الا این که به یه نیروی وسطی و اینا که اصلا کسی میتونه ثابتش کنه. چون ببینید علم مشخصه اصلیش ریفیوتبل بودنه، یعنی شما به من بگید من یه چیزی میگم و بهت میگم تو چجوری میتونی حرف منو رد کنی، چیزی که نتونید به من بگید چگونه میشه حرف رو رد کرد، این علم نیست. بنابراین همیشه شرط اصلی و اساسی علم خاصیت ابطال پذیریشه، یعنی میشه گفت من اینو میگم شما از این یه راهی بهتون نشون میدم میتونید حرف من رو رد کنید، ولی شما در حرفی که نیروی هست که به ما میاد و میره بیرون و میاد تو، که اینا حرفی است که هیچ میتونه آقای دکتر نمیگم میاد و میره، اون به قول معروف اون نیروی برتری که به قول خب چه کار میکنه؟ آخه نیروی برتر از کجا؟ شما از کجا راجع به نیروی عزیزم مثل که من برگردم بگم هفت نفر فرشتگان و سه نفر نمیدونم بزرگان همیشه دارن به ما کمک میکنن، ولی وقتی که نمیگید چجوری من میتونم حرف شما رو رد کنم، که شما علمی به من ندادید، دانشی ندادید، یعنی یه چیزی به من بگید که من بتونم بفهمم درسته یا غلطه و الا فقط یه ادعاست و فقط اگر ندارید فرض کنه نیروی ذهن و اون مایند پاور، اون مایند پاور یه بحث کاملا روانی است. آها، که باید میتونین مثلا چیزایی که میخواین رو اگر شما توی حالت انوارمنت و یک مدتی رو قشنگ اون زمینتون رو شخم بزنین و با سابکانشستون بتونین پاکسازیایی که باید انجام بدین توی روح و روان خودتون انجام بدین، میتونین خیلی چیزایی آخی یعنی چی؟ عزیز من شما من بفرمایید که این کند و کاوه تفاوتش با راه حل روانی چیه و این روح اصلا چی است که شما دارید توش
توضیح میده. اصلا شما من بگید میریم و برمیگه، شما من بگید تعریف شما از روح چیه اگر میتونید، چون واقعا کمک بزرگی است برای منی که بارها دلم میخواسته کسی رو پیدا کنم. حالا لطف کردیم به موضوع شما هم میرسیم، ولی اگر فکر میکنید که این بحث رو باش راحت نیستی تو دوست ندارید میذاریم کنار، بحث من نیست. ولی وقتی کسی درباره اسپریچوالیتی و بدن، شما یه چیزی به من بگید که در چارچوب مبحث روانی و علمی نیست و برمیگرده به دنیایی که شما دارید راجبه صحبت میکنید، و الا تمام این حرفایی که شما سرید کاملا بحث روانیه، مسئله ضمیر و ذهن و ناآگاه و اینا اصلا بحثایی به روحانیت چه ارتباطی داره؟ به همچنین که در اساسی ترین بحث روحانیت که مربوط به کتابهای مقدس و آسمانیست، اونایی که باور دارن، یک دفعه بحث درباره ضمیر ناآگاه و این نیروها جا وجود نداره که بگیم حداقل منشأ اون جایی که اصل کاریه اینه. حالا اگر اونو بذاریم کنار و باورهای خودمون رو وارد حوزه و حریم علمی فلسفی میشیم که من میخوام ببینم واقعا چیه. یه فکری بکنید ببینید میتونید برای من توضیح بدید که چیزی رو که شما باش کار میکنید که موضوع روانی و فیزیکی و مادی نیست، یعنی مادی نیست، روانی نیست، مایند نیست، ضمیر نیست، ذهن نیست، اینا چون حوزه هاش کاملا مشخصه، بر مبنای اونم میدونیم کجا ایستادیم چی کار میشه کرد، خارج از این چه هست که شما اون رو به عنوان مسئله روح اشاره کردید یا روحانیت میشناسید یا اسپریچوالیتی میشناسید؟ من ازتون اجازه میخوام اینو روشن کنم. لطف کردید تلفن کردید و با کمال میل در خدمتتون هستم، برای که این پرسش و پاسخ در چارچوبی که عرض کردم. ولی از اونجا که درباره خودتون مطالبی فرمودید و یه پرسشی است که من اگر بگم بیش از حتما 60 ساله، 60 و چند ساله، الان من 78 سالم، حالا 50 سال از زمانی که در دانشگاه یا 49 ساله میگذره درس بدم که سر کلاس پرتکا، از هر کی پرسیدم رو خط رادیو تلویزیون ها فراوون بودم، 23 سال رو خط رادیو هستم، حداقل برنامه رازها و نیازها، گفتم اگر کسی راجع به این موضوع میتونه توضیحی بده که به هر حال قابل فهم و درک باشه خوشحال میشم این کارو بکنه، چون گرفتن ما شاید مشکل باشه، حتی تلفن کنن من یه صحبت کوتاه چند دقیقه داشته باشم، اگر تون مایه هست خود ما میگیریمشون که بیان روی خط. این که الان که شما لطف کردید تشریف آوردید برای من یه فرصتی شد، گفتم شاید بتونم یه چیزی که یا گم شده ای که به دنبالش هستم یا توضیحی که میخوام ببینم واقعا این دوستانی که میگن چی میگن رو پیدا کنم. بنابراین لطفاً این عرض منو مطمئنم جدی میگیرید. اگه مایل هستید درباره موضوع خودتون فقط صحبت کنیم بسیار خوشحال میشم، همینقدر که بفرمایید کفایت میکنه. ولی اگر فکر میکنید اونم تا حدی که هر وقت دلتون خواست مایلید توضیح بدید برای کاری که خودتون درست میدونید، واقعی میدونید، عقلی میدونید، علمی میدونید، هرچی هر گونه که بهش نگاه میکنید، اگر مایلید خوشحال میشم ازتون بشنوم. ولی مطمئنم انتظار از من این رو شما و دیگران دارن که اگر به نظرم معقول و منطقی و واقعی و علمی و عقلی و اینا نمیاد صحبت نکنم. بذارید من یه توضیح هم بدم باز برای که بخوام شما انتخاب بفرمایید. من این صحبت ها رو فراوون شنیدم، فراوون، و مقدار زیادی از کتاب ها رو تو این زمینه خوندم، سخنرانی ها هم شنیدم، اصلا راجب شما نیست، اصلا راجع به شما، فقط یک دزدی از مباحث مذهبی و فلسفی و اخیراً این دکونهایی که باز شده از موضوع روانشناسی است که مفاهیم رو، کلیات رو، برخی از اصول رو از اونجا دزدیدند، با اسم دیگه، با یه ترکیب دیگه در یه جای دیگه ازش استفاده کردند. یعنی کاملاً آشکاره که یک کمی میدونند ولی یه چیزی از توش در آوردن که اصلا قابل فهم نیست. متاسفم که چون هیچ وقت کار من حتی انتقاد که هرگز نقد اینا نبوده راجبه صحبت نکردم، مگر اینکه روی خط تشریف آورده باشن که برخی از وقت این بحث رو کردیم. الانم باز یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، اگر میخواید موضوع اسپریچوالیتی و روح و روحانیت رو بگذاریم کنار بریم سراغ مطلبی که به خاطرش لطف کردید تلفن کردید، با کمال میل در خدمتتون هستم، خیلی هم نادی میدم. ولی اگر فکر میکنید یه توضیحی دارید، و توضیح من مشخص اینه، ما وقتی راجع به چیز صحبت میکنیم یه مفهومه، یه کانسپته، یه واژه است که این یه تعریف داره،
یعنی وقتی من میگم خونه یا وقتی میگم ازدواج یه دفینیشنی داره و بعدا این دفینیشن معمولا یه صفات و ویژگی هایی رو به اون نسبت میده. جمله رو باز تکرار میکنم، هرچه من شنیدم و خوندم مطلقا چیزی متفاوت از مباحث خاص مذهبی و فلسفی به ویژه فلسفه اولا یا الهیات و یا مسائل کاملا آشفته به هم ریخته روانی نبوده. یعنی هیچی هیچ وقت. الان در خدمتتون اگر مایلید یا خودتون اگرم به من بگید من نظرمو میگم تو حرفی نزن، اونم با کمال میل در خدمتتون هستم، ولی واقعا میخوام بدونم شمایی که تو این کار دارید میکنید اصلا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که به جهان فیزیکی و مادی و به موضوعهای ذهن و ضمیر و مغز و مایند و اینا که مسائل روانی هستند یا مسائل نورولوژیست و مغز و اعصاب هستند مرتبط نیست، یه چیزی فراسوی اونهاست یا بیشتر از اونهاست، چه هست که من و شنوندگان بتونیم ازش استفاده کنیم؟ آقای دکتر خدمتتون بگم راستش این چیزی که من کار میکنم حالا ربطی به مذهب و روحانیت واقعا نداره، ولی این که گفتم اسپیریچوال یعنی منظورم این بود که کلن اون هدف اصلی این زندگی بعضی وقتا که مثلا آدم ها خیلی در واقع برمیگرده به همون مباحث علمی، یعنی به همون نوعی که روان انسان کار میکنه یا اون سابکانشس انسان و اون مایند پاور و اون شرایطی که مثلا بعضی ها براشون خیلی سواله که چطور یه کسی فقیر میمونه کل عمرش، یه کسی مثلا میشه. پاسخاشو داریم، ما پاسخاشو دقیقا داریم، ما در دنیای این پاسخ دقیق کاملش رو در این باره داریم. یعنی چیز اضافه یک نمیخوایم، مثل اینکه شما باید بگید چرا این آب جوش میاد، یعنی جوابشو داریم، میتونیم به گونه‌های مختلف ازش استفاده کنیم، از هواپیما گرفته و اتومبیل هم استفاده میکنیم، تو خونم فرض کنید برای چای خودمون رو آماده میکنیم، یعنی یک جواب رو داریم. دو یه چیزی خارج از اینو من هرگز نشنیدم که بگیم یه چیزی اضافه ما داریم میدیم. یعنی فرض بفرمایید اینکه شما میفرمایید مایند یک کسی فقیر میمونه که کاملا میشه توضیح داد که موضوع اصلی در ذهن این آدم چه بوده، حتی با توجه به سابقه و زندگی و حتی اصلا اینکه فرزند اول یا پنجمیه و آخریه، میشه اینا رو توضیح داد، ولی اینا مسائل روحانی نیستن، بیاد ازش بگذاریم اگر در اون چارچوبه که حرف دیگری نیست. ولی اگر شما فکر میکنید فرض بفرمایید یک مشکلی کسی داره، مثلا همونطور که خودتون اشاره کردید درباره اینکه فقیر میمونه یا ثروتمند میشه و یه متخصص خوب روانشناس نبنده توضیحات رو میده، بعد آخر کار شما یه چیزی میتونید به اون اضافه کنید که این برمیگرده به اون مسئله اسپریچوالیتی اینا، اگر چیزی به نظرتون میرسه بفرمایید، اگر نه ازش بگذارید. والا فقط چیزی که آقای دکتر به نظرم میرسه این که برمیگرده به باور و اعتقاد این که اون حالت چشم کاری که من در واقع میکنم به کلاینت اون اعتقاد و باور رو میدم که تو اون بحث روانی عزیز اون بحث بله. که تو فکر میکنی مثلا همین شرایطی که الان مثلا مثل خود من نوعی که به شما زنگ زدم این شرایطی که الان من توش گیر افتادم، اونا حوزه روانی عزیز، اونا حوزه اصلا حوزه اسپریچوال تو روانی است، بذارش بگذاریم بگذارید. با وجودی که این همه زحمت رو برای شما درست کردم از این بابت هم به یک اعتبار متاسفم، ولی فقط امیدوارم حتی این دعوت همچنان هست، هر کسی که میتونه به من بگه روح چیه و اسپریچوالیتی چیه لطف کنید تلفن کنه به دفتر رادیو. ما با وجودی که ظرف 23 سال گذشته هرگز کسی رو نگرفتم، او رو میگیریم که روی خط بیاد و درباره صحبت کنیم، برای که یه موضوعی است که همه دارن راجعش کم و بیش حرف میزنن، هم از اینکه قبول دارن یا ندارن، ولی اصلا تکلیفش به قول معروف یک بار برای همیشه یا تا حدودی روشن نشده و منم علاقمند هستم یه جایی در این باره حرفی هست بشنوم. و این جمله آخرم عرض کنم، این از نظر من مهمه، هیچ کنم از دانشگاه معتبر دنیا، نه هاروارد، نه کولومبیا، نه استنفورد، نه MIT، نه کمبریج، نه آکسفورد، نه سوربون یعنی حالا انگلستان، فقط یک دونه از این دانشگاه یک درس
یک کتاب، یک جمله برای این موضوع روحانی ندارن. یعنی الان شما نمیتونید برید دانشگاه هاروارد بگیرید میخوام یک کلاسی بشینم درباره که بحث کنم راجع به روح و روحانیت و اسپریچوالیتی. همچی کتابی وجود بله، بحث‌های روانشناسی هست که چرا آدم ها این فکر رو میکنن. من خودم جامعه شناسی و روانشناسی مذهب رو درس میدادم، اونجا این بحثا رو میکنیم، ولی از دید روانی و اجتماعی به موضوع است. ولی اصلا وقتی در هیچ دانشگاه معتبری، بله یه مقدار دکون باز کردن یه عده‌ای که مدارس خصوصی هستند و از این حرفا میزنن، این همون چیزیه که تو واتیکان هم شما حوزه مذهبی شو دارید، تو قم هم حوزه علمیه شو دارید، اونا رو متوجه هستم. ولی هیچ کنم از این دانشگاه، یعنی 50 تا دانشگاه معتبر، 100 تا دانشگاه اول جهان رو شما بیارید هر جای دنیا، یکیشون یک درس، یک کلاس، یک استاد برای این بحث و گفتگوها ندارن. بنابراین در اون حوزه و حریم نه تنها علم، دانشی که هست، چون دانش یه مفهوم علم و هنر و فلسفه است، اونجا وجود نداره. ولی بیاد از اون بگذاریم، چون فکر میکنم من مطلبی رو به گونه‌ای مطرح کردم که شاید اونقدر با شما راحت نباشید و میفهمم. بیاد بریم سراغ شما، من در خدمتتون هستم. شما برای چی لطف کردید تلفن کردید و موضوع مسئله، اگر اشتباه نکنم شما مدت 16 سالی که ازدواج کردید، دوتا فرزند پسر 7 ساله و دختر 4 ساله دارید و همسرتون هم فرمودید همسن و سال شما هستن، خودتون هم 39 سالتونه و الان چه خبر است؟ و فعلا در کانادا قبلا داشتید، حالا اومدید به امریکا و در امریکا هست؟ بله امریکا اومدیم، ما الان تقریبا دیگه جون امسال میشه یک سال که در واقع اومدیم اینجا و همسرم کار میکنه، رو ویزای ایشون هستیم و من اجازه کار رسمی الان ندارم. و آقای دکتر، از حالا بس که رفت داخل اینجا، به خاطر اینکه اصلا مشکل زندگی من از همینجا تقریبا میشه گفت اوت گرفت و یه سری کارگاه هایی که من، حالا چون شما میدونم تو رادیوتون اسم کسی رو نمیخوایم بیاریم، من یه سری کارگاه های بانوانی بود که 3 سال پیش من یه دوره هایی رو شرکت کردم و بعد از اون دوره ها کلن احساس کردم دیدگاه من نسبت به زندگیم خیلی عوض شد و در واقع حالا نمیدونم خوب یا بد، ولی برمیگرده باز به همین صحبتی که شما کردین که خیلی کالاگونه همه چی رو من زندگی کردم. یعنی من به اینجا رسیدم که من احساس کردم من یعنی با باورهای غلط و اون مسائلی که والدین من، مثلا مثل مادر من که مدرک تحصیلی فلان باشه، پدرم یه چیزای دیگه میگفت، مثلا نمیدونم این باشه اون باشه، اون فاکتورهایی که اونها توی مغز من گذاشته بودن، من از فاکتورهای دیدگاه اونها زندگیم رو به جلو بردم و رفتم و اصلا انگار هیچ وقت خودم اون زندگی که خودم میخواستم نکردم. یعنی مثلا شما فرض کنید من وقتی که خب به زیبایی ظاهری یک فرد اهمیت میدم، یا مثلا من خصوصیات خودم یه حالتی هستش که مثلا من از اون خانمایی نیستم که با هم قبلش هم نبودم، هیچ وقتم نبودم و هنوزم همینطورم، مثلا هی الان به طلاق و جدایی 3 سال جدی دارم فکر میکنم که اصلا واقعا من راضی نیستم زیاد الان از زندگیم. یعنی انگار فقط زندگی من شده انجام ویترین، درست کردن ویترین و در واقع مثلا اتاق خوابم من باش اونقدر راحت نیستم، یا مثلا قد همسرم یا ظاهر ایشون یا اون کمیستری و سکشوال اترکشنی که باید من اهمیت میدادم، من اهمیت ندادم و مثلا من اینا رو ایگنور کردم، همه رو خیلی زشت دونستم، بد دونستم، به خاطر اینکه خیلی خان مثلا پدر من خیلی مذهبی بودن و اصلا نه به من نه به خواهرم اجازه اینکه ما دوست پسر بگیریم بیرون بریم بیایم اینا نمیدادن و همیشه این چیزا خیلی آر و زشت و ننگ و بد بوده، باورهای غلط بوده، اینا رو میدونم، اینا همش ما پاسوز همون مسائل شدیم. و وقتی که خب ازدواج کردم تقریبا 1-2 سال بعد، وقتی که خب میگم خصوصا تو اون مدتی که اومدم اینجا برای اقدام به اسپانسری همسرم و حتی بعد از اینکه ایشون اومدن به کانادا، من احساس کردم من خب اترکت میشم به آقایون دیگه، ولی به خاطر اینکه حد و مرز من خیانت بود و خط قرمز من خیانت بود، من هیچ موقع خیانت به ایشون نکردم و همیشه بهشون کامیتد موندم تو زندگیم. خیلی جاها مثلا خیلی همچون خودم از نظر ظاهری قشنگم و از میان افراد
دور و بر من همیشه بوده سالها، مثلا یه مدت تو آرایشگاه کار میکردم، کلاینت های مرد خیلی خوش‌تیپ همیشه میومدن، کسایی که بیزنسمن بودن، شغلای خوب داشتن، ولی خب من هیچ وقت به خودم اجازه این که بخوام وارد قضیه ای فرای بر این زندگی که توش بودم، همیشه تعهدم رو نگه داشتم توی این زندگی. حالا من یه چیز رو نفهمیدم. ببینید شما به هر حال زمینه رو برای من ساختی، چرا من امروز از دنده چپم بلند شدم آمدم اینجا؟ بیاد من یه توضیح خدمت رو هست بیاد من یه توضیح خدمت رو نرس کنم. بیاید شما یه زن و مردی رو تصور بفرمایید که ازدواج کرده و همونطور که شما فرمودید خط قرمزش خیانته و موضوع خیانت منتفی است. حالا این زن یا مرد، حالا چون زن گفتی این خودتون، به ده ها مرد علاقه من توجه کنه، خوشش بیاد، حتی تحریک بشه، حتی بعدن شاید ای فرصتی داشت بره خود ارضایی کنه به عشق اونها، به یاد اونها، و به این همینجوری تکرار بشه و ضمناً از یه طرف هم علاقه و کشش و تمایلی هم به همسرش نداشته باشه، تمایل جنسی هم نداشته باشه، اگر هم انجام میده از سر اجباره و یا وظیفه است و تازه از دست خودش هم ناراحت و ناراضیه، ولی و یا حتی در وقت بودن با همسرش به اون مثلا مردای دیگه فکر میکنه. حالا از شما یه سوالی دارم با توجه به این، فقط جوابمو بدید. آیا فکر میکنید اون کسی که طلاق میگیره یا اون کسی که خیانت میکنه بهتره، یا این آدمی که الان 20 ساله با مردای مختلف در ذهنش میاد و میره و تحریک میشه و خود ارضایی میکنه و در وقت بودن با همسرش ولی طلاق نگرفته، یعنی الان پاک و مقدس میگیره میشینه و میگه من 20 سال مثلا در این ازدواج هستم رو خیانتی هم نکردم؟ آیا واقعا این خیامت طلاق میگیره بهتر آقای دکتر؟ ببینید چقدر خوشحالم ازتون شد. دقیقاً هم بحث من همینه، یعنی برخی از اوقات درسته که از نظر قانونی رفتار و عمله شما نمیتونید به کسی بگید این منو دوست نداره بریم زندان، ولی اگر با شما بدی کرد رفتار بد باشه ای در چارچوب قانون جرمه میتونه گرفتار بشه. اشکال کار اینه که ما در ایران، من برمیگردم به دوران جوانی خودمون، یعنی خودم، و میبینم ما در اون زمان به شدت شما نه، ولی به هر حال محرومیت ها و محدودیت های در جامعه فرض بفرمایید 60 یا 50 سال قبل ایران یا بیشتر وجود داشت. ولی اشکال کار این بود، این چیزی بود که من وقتی اومدم امریکا، اشکال کار این بود که ما دائما هم داشتیم بهش فکر میکردیم. یعنی یه پسر و یه دختر 16 ساله، 18 ساله، 20 ساله، 22 ساله، ای بسا در 168 ساعت هفته که نه، اون 120 ساعت که بیداره، 20 ساعت داره مسائل جنسی و اینو خوش اومدن و بد اومدن و تحریک شدن و یه فکری کردن، میشه باش دوست شد و نمیشه شد و میشه باش همخواب شد و نمیشه و اگر هست خود ارضایی کرد و اگر اونو بخواستیم به ذهن بیاری زندگی میکنه. در حالی که این امریکایی لعنتی، اون کانادایی لعنتی و این اروپای شمالی لعنتی هفته یه دفعه دو دفعه با کسی رابطه دارن، بقیه عمرشون هم میرن راحت زندگی میکنن. یعنی صبح تا غروب این موضوع تو سرشون نمیاد تا بره و دائما با خودشون اون جدال رو ندارن. حالا یه سوال اینه که واقعا اون پاکدامن و عفیف و نجیب ما بودیم که در هفته 20-30-40 ساعت به آدم های مختلف فکر میکردیم و دیگه توضیحات رو نمیخوام تکرار کنم، یا این لعنتی ها که یه دفعه دو دفعه دو تا نیم ساعت یک ساعت هرچی رابطه جنسی با یه آدمی حالا در چارچوب ازدواج و خارج از اون ازدواج دارن و میرن دنبال کارشون و راحت و آسوده هستن؟ من هنوز دلم میخواد یه کسی یا یه فرصتی باشه بتونیم اینا رو بحث کنیم، ولی از پاسخ شما بسیار بسیار سپاسگزارم، چون به نظر من برخی از اوقات واقعا این ذهنیت درگیر و گرفتار من به همون اندازه رفتار در چارچوب انسانی اشتباه غلط بده. یعنی یه مردی یا یه زنی که دائما داره به زنان مردای دیگه گفتم فکر میکنه به صورتهایی که حتی تحریک میشه، ارضا میشه، به خیال اونا میره، جانشین میکنه، همه اینا، این به مراتب میتونه از نظر روانی، از نظر اشکال و انحراف، از نظر بیماری، به مراتب از یه پسر و دختری که با یه کسی نمیسازن جدا میشن میرن، یا حتی در یه چارچوب محدودی برخی از اوقات دست به کاری میزنن که غلطه. به همین جهت است که خیلی از اوقات گناه، یا چون جرم رفتاره، گناه
گناه، حالا میام جرمم در گناه و جرم بسیاری که هیچ وقت کار بد بیرونی نکردن بیشتر از اون کسانی است که بس و اینجا اونجا کار بد کردن، و این اون تفاوتی است که در خصوص انسان و حال درونیش و رفتارش است. حالا چون من وقت شما رو خیلی گرفتم، من کاملا باهاتون موافق هستم و دقیقا من خودم به همین نقطه نظرها رسیدم. یعنی احساس میکنم اصلا زندگی رو میبازه آدم، یعنی به قول معروف اصلا یک زمانی سرت رو بلند میکنی میبینی که اصلا زندگی نکردی و فقط انگار که یک چیز مسخره‌ای که اصلا نمیدونم اسمشو آدم چی بذاره. فقط شروع کردی این انجام بده انجام بده، این قاعده این قانون این، و اصلا تموم شد رفت. یک بار آدم میاد توی این زندگی، من کاملا با شما موافقم. فکر کنم ما اون اروپایی یا آمریکایی یا و کانادایی یا به مراتب حسی‌تر و سالم‌تر دارن کاراشون رو روی اصول بهتری انجام میدن امروز با این حتی از نظر جنسی. یعنی واقعا وقتی که در ایران این همه حرف میزنن که نمیدونم فحشا و اینا در اروپا و امریکا، ابدا، اتفاقا فحشا فحشای ذهنیه. فحشا اصلی اون زمانی است که شما به زن یک کسی دیگه، به مرد یک کسی دیگه، به شوهر یک کسی دیگه، به همسر یک کسی دیگه نظر دارید، تو ذهنتون دارید، باش ارتباط درسته در عمل نیست. بله. گفتم چون جرمونه، ولی دلمون به این خوشه. بنابراین این مسئله اصلی همینه. اینی که وقتی گفته میشه که مثلا یه تار مو سبب میشه که مردان تحریک بشه، آدم جون معتقد این مردان مقدس بزرگ عظیم روحانی یه دفعه با تار مو همینجوری یه دفعه به هم میریزن و حالا باید این تار مو رو پنهان کرد که مبادا این بزرگواران به هم بریزن. یعنی میدونید، و بعدم فرض بر اینه که این تار مو موجب تحریک و مشکلات رو نمیشه. آیا شما که خودتون کانادا تشویشید، امریکا بودید، اروپا حتما بودید یا به هر حال میدونیم، آیا تمام مردان اروپا و امریکا و کانادا که تو خیابون میرن و همچنان زنانی با آرایش و موی سر باز و عرض کنم برخی از وقت لباسهای خاص و اینا همه در حال تحریک و ارضای جنسی هن؟ یعنی این موضوع یعنی میتونید اینا اون چیزهاییست که من برخی از اوقات اینجا فرزندان من میرفتن اینجا بیورلی های اسکول، یعنی دبیرستان بیورلی هیلز. این همون دبیرستانی بود که حتی یه فیلم بود 90210 برای که اریا کد مثلا خانه من الان 90210 دیگه برای که منطقه بیورلی هیلز، و یه اصلا فیلمی بود سریالی بود که میومد. و بعد تو اون سریال که من خودم چون بچهای من هر دو تا اینجا هم رفتن، برخی از وقت میرفتم بچه ها رو بیارم و از به مدرسه بگذارم یا برگردونم، روبرو میشدم با دختران بسیار زیباروی نسبتاً اوریان که دارن میرن سر کلاس. و فرض این بود که این بچه ها کنار پسران من نشستن دارن درس میخونن، در حالی که ما کجا بودیم اینا کجا هستن. ولی وقتی که با حتی فرزندان خودم صحبت کردم میفهمیدم اینا اصلا متوجه نیستن که این موضوع اصلا مهمه و یا گفتگوها براشون اصلا معنی داشت، در حالی که ما حتی سر خیابون میستادیم که ظرف دو ساعت یکی از دخترای همسایه بیاد رد بشه که مثلا ما یه نگاهی به این بکنیم، جرات هم نمیکردیم هیچ کاری بکنیم یا حرفی بزنیم. به هر حال همسایه بودیم دیگه، میدونید. یعنی تفاوت‌ها رو میخوام خدمت برس کنم از کجا تا به کجاست. به هر حال خوشحالم که موجب این بحث شد. من این صحبت رو حتما با از رادیو بردارم و الا مختصر آبرویی هم که بوده اگر بوده ریخته. حالا من آقای دکتر با توجه به توضیحاتی که برسیم دادم، الان در واقع میشه گفت تو مرحله که الان من قرار گرفتم، در واقع احساس کردم که من سالها زودتر من باید طلاق میگرفتم و جدا میشدم، با اینکه ایشون خیلی مرد خوبی هستن از یه لحاظایی و واقعا مثلا به گفته خودشون خیلی فامیلی من هستن و خیلی مثلا خانواده براشون خیلی مهمه و مثلا اظهار ارادت خیلی زیاد و عشق و محبت زیادی رو همیشه ابراز میکنن و نه که فقط زبونی باشه، واقعا در عملشون هم میکنن. مثلا تا مدت‌های زیادی ما مشاوره همیشه میرفتیم به دلیل حالا یه سری موارد خصاصتی که داشتن یا همون حالت وسواس استرابی که داشتن، یه مقدار بیشتر دچار مثلا یه سری نگتیویتی و بدبینی بودن که ایشون مثلا هر کاری رو که به فرض مثال مثلا من با خوشحالی تو زندگی پیشنهاد میدادم و مثلا میخواستم چیز بکنم، ایشون حالا
یا برمیگشت به نمیدونم اسمارت بودنش یا به چی، که مثلا همش جلو جلو قبل از اینکه اصلا ما یه کاری رو بخوایم انجام بدیم اون حالت بدی و پیشبینی اون بدی و گرفتاری ها رو جلو جلو میکردن و این مثلا باعث میشد که خیلی فضا و اتمسفیر اصلا داغون میشد، بد میشد و من همیشه گلایه داشتم که چرا تو اینطوری هستی، مثلا چرا اینجوری با چیزای جدیدی که ما میخوایم تو زندگی جلو بریم برخورد کنیم، بسازیم، برخورد میکنی و این شکلی رفتار میکنی. خلاصه ما اون مراحل رو با زور و شتم به قول معروف مشاوره و اماونت ساعات زیاد از سالهای زیادی که رفتیم اونا رو گذروندیم. الان ایشون تو مرحله بهتری قرار دارن، برعکس واسه استرابشون هم دارو دارن اینجا مصرف میکنن، با یه آقای روان پزشکی هستن که همینجا کالیفرنیا که اومدیم رفتن پیششون و دارو شروع کردن به مصرف کردن. ولی همچنان آقای دکتر مثلا تو مسئله تعلیم تربیت بچه ما مشکل داریم، یعنی من با اینکه در قبل حاملگی و در طول حاملگی من تمام اون قواعد شما رو همه رو گوش دادم، سی دی ها رو و اینا رو من گروه درست کردم برای مادرم، پدرم، خانواده، اینا رو همه رو هجی کردم که اینطوری من میخوام باشه قواعد زندگی بعد بچه میاد توی زندگی. اینا به هر حال با پدرشون هم فرقی مثلا با مادر من که خارج زندگی بود نبود، همش انگار اینجا پیس بود و کلنجار که ای بابا مثلا مگه نشنیدی این اینطوریه، یعنی همش دائم آرگیو 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 و من دیگه گیواپ کردم، خسته شدم، احساس کردم من واقعا این چه زندگی دارم میکنم، نه قسمت سکس و اترکشن و اون فیزیکال اترکشن من درست داره کار میکنه و به هر حال منم یه زن جوونم، نیازهای خودم رو دارم. وقتی که خب مثلا همین نکته که اشاره کردم، وقتی من میبینم سالها من عذاب دارم میکشم مثلا از این از قضیه و به هر حال روان نمیبینم به خودم بخوام این شکلی رفتار بکنم و همینطور شاید ایشون هم اگر واقعا ما بخوایم با صلح جدا بشیم بتونه یک زن دیگه در کنارش قرار بگیره که بهتر پرستشش کنه و باهاش حس پیسفول و جوی بیشتری داشته باشه. ولی خب ما الان هم مثل سالهای همیشه تو دوتا پیج متفاوتیم، از من که صلاح اینو میبینم، از ایشون که تو اشتباه میبینی و تو داری همه چی رو خراب میکنی. من واقعا دیگه گفتم من با شما تماس بگیرم آقای دکتر، واقعا به کمک شما احتیاج دارم، یعنی من ببینم شما چه اوالویشنی دارین، چه شما میشه اول به من بفرمایید فرزند چندمی در دو؟ من فرزند اول هستم که یه خواهر 5 سال از خودم کوچیک‌تر دارم، ایشون فرزند دوم هستن، یه داداش 7 سال از خودشون بزرگتر داره. خب ببینید بر اساس آنچه که شما میفرمایید بریم سراغ همسرتون. خب ایشون یه زمینه استراب و وسواس رو دارن و در حقیقت با ترمز روانی زندگی میکنن، یعنی در زندگی در حالی که پاشون رو گازیه پاشون هم رو ترمزه، بنابراین اتومبیل قراره با سرعت 100 کیلومتر بره یا 100 مایل بره، حالا داره 30 مایل میره ولی بنزینه داره مصرف میشه و همه چیز هم داره آسیب میبینه. معلومه که شما یه میلی به رشد دارید، ایشون میلی به یه مقدار توقف دارن. ضمناً با توجه به اون زمینه استراب و وسواسشون خب بدبین و منفی هم هستن، معمولاً پشتش هم کمی افسردگی نشسته. شما میدونید مطالعات علمی نشون میده آدم های افسرده و یا مضطرب ولی بیشتر افسرده توانایی بدی ها و خطرات یه حادثه رو بیشتر از مردمان عادی و سالم دارن. یعنی اگر شما 1000 تا آدم افسرده رو بیارید بیرون کنیم این پروژه رو بسازیم، این زمین رو بگیریم، این خونه رو بسازیم به این قیمتا، به این شرایط بفروشیم یا هر بیزینس و کار دیگری رو، پیش بینی که این آدمای افسرده درباره احتمالات و خطرات این میکنن به مراتب واقع بینانه تره. علتش هم این است که ما در یه جهانی هستیم که خیلی چیزا داره خراب میشه. آدمایی که میخوان بسازن معمولا به جنبه مثبت نگاه میکنن، ولی این گروه فقط به جنبه بد و منفی ماجرا نگاه میکنن. یعنی حتی میدونید ما در زبان فارسی برخی از اوقات یه کسی که خوبه رو باز با بار منفی مطرح کنه، بیشرف عجب خوشگل ها، فلان فلان شده عجب زندگی داره. یعنی ببینید حتی کوتا نمیایم اونجا هم که یک کمی حداقل یه امتیازی به این آدم بدیم بازم با یه بار منفی است و متاسفانه این یه واقعیته. یعنی پیداست که تیپ روانی شما یه موجود به هر حال در حال رشد و پیشرفته با یه کنجکاوی و با یه میلی برای به هر حال دست انداختن یا چنگ انداختن به هر جایی که ممکنه و ایشون یه نگاه محتاط
محافظه کار رو دارن و بعدا با توجه به آنچه که شما هستید مجبورن به هر حال ترمزا رو بکشن. عیب و ایرادی هم به قول معروف برخی از اوقات افراد ندارن، ولی اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذتی که قرار به هر حال در زندگی هم به وجود بیاد، هم با مثل خنده‌ای که خودش خنده میاره ما حرکت بکنیم رو ندارن. و خب معلومه حالا اگر به جنبه فیزیکال اند سکشوال اترکشن که مرتبط میشه به موضوع ازدواج، یعنی این کشش فیزیکی و جنسی، اونم نباشه یا خراب شده باشه، دیگه چیزی جز به قول یکی از دوستان که ما با یه فلاکتی خوشیم نخواهد داشت. و شما دقیقا اونجا رسید. ضمناً شما رسید به سنی که معمولا اسمش بحران میان سالیست، یعنی ما معمولا بین همین ساعت به سن 40 تا فرض کنید 50، حالا بس ببینید که در چه کشوری با طول عمر چقدر هستیم، به اینجا میرسیم که من همه راه رو عوضی اومدم. یعنی من قرار بود از اینجا به سمت شمال برم، ولی من اشتباه کردم به سمت جنوب آمدم. تازه نه تنها به هدفم نزدیک نشدم، با هر یک کیلومتر یه مایلی که رفتم از هدفم هم دورتر شدم. و اینجا شرایط خاصی رو به وجود میاره و شما رو در وضعیتی قرار میده که ما میگیم انتخاب بین بد و بدتر. یعنی اولا شما هیچ انتخاب خوبی ندارید، هیچ، حداقل در کوتاه مدت انتخابتون بین بد و بدتره. و مهم اینه که انتخاب بد رو بکنید ولی گرفتار بدتر میشید. و امید بیشتر اینه که به تدریج اون بعد، همطوری خودتونم در خصوص ایشون مثال زدید که شاید یه کسی پیدا بشه که با ایشون و ایشون هم با اون آدم خوب و خوش باشن، ممکنه بده به خوب تبدیل بشه. ولی این که با توضیحاتی که دادید چه میشه کرد، انتخاب بین بد و بدتره. یعنی شما در شرایط بدی قرار دارید با آسیبی که با زندگی که دارید و شرایط بد دیگری دارید که اسمش طلاقه. آسیب و اختلافی که بین شماست با مسئله بچه هاست، مسئله خانواده هاست، مسئله در حقیقت هزینه های بیشتره به خاطر دخانه شدن، گرفتاری های مربوط به حضانت بچه و رفت و آمدش، خطرات و آسیب هایی که هست، بله با کسی که اختلاف نظری هم دارید، تازه در وقت جدایی اوضاع بدتر هم میشه، چون متاسفانه باز ما در فرهنگمون و در جامعهمون آدم ها اگر 10 واحد دعوا دارن در زمان ازدواج، بعضی که جدا شدن بعضی وقت 30 واحد دارن. یعنی تازه حالا بعد از ازدواج دعوا به صورت بدتری ادامه پیدا کرده، در حالی که همین امریکایی های لعنتی، چون این دفعه امروز لعنت شدن به این اروپایی های لعنتی، وقتی رفتن میرن دنبال کارشون دیگه، حداقل بعدا هم دیگه رو آزار نمیدن، واسیم نمیرسونن. میدونید حداقل ما اختلاف داشتیم با هم نساختیم جدا شدیم، ولی ما نه، اختلاف داشتیم جدا شدیم، ولی حالا دمار از روزگار همدیگه برمیداریم و متاسفانه بچه ها رو به عنوان کارد و چاقوی میکنیم که تو شکم طرف مقابل بکنیم. و یا همطور که امروز صبح با شنونده ای صحبت میکردم، در حقیقت اون آدم رو وادار به تسلیم و تبعیت کنیم. گرفتارید عزیز، یعنی شما متاسفانه اگر آدم تو زندگی شانس بیاره انتخابش بین خوب و بهتره، ولی اگر آدم بدشانسی بیاره و بد عمل کنه و این ترکیب ادامه پیدا کنه، انتخاب بین بد و بدتره. بنابراین شما با ازدواج بد و غلط و آزاردهنده و طلاق بد و غلط و آزاردهنده روبروید، ولی اینکه در کوتاه مدت برای خودتون و بچه ها و اینها چه میبینید واقع بینانه، اون مبنای انتخاب شما باید باشه و نوع همکاری و یا مخالفتی که بعد از جدایی ممکنه اتفاق بیفته به این کاری نیست که کس دیگری اونقدر بدونه. دوم، به عنوان کسی که تو چارچوب کار مشاوره در این زمینه هست، حرف این است که بیا جنبه های مثبت و منفی رو مطرح کنیم، بعد خودت ببین که سبکی و سنگینی کجاست. ولی اینکه به شما بگه با توجه به این وضعیت چه کنید حتما نیست. اگر شما قبل از ازدواج با من صحبت میکردید که من میخوام یه چنین ازدواجی بکنم، همینقدر که میگفتید اون فیزیکال و سکشوال اترکشن فعلا وجود نداره، میگفتم تا زمانی که به وجود آمده موضوعی چون منتفی است. چون این درست مثل که آدم به یه رستورانی بره که غذا نداره. بله. چون ازدواج موضوع اصلی و اساسیش و تفاوتش با بقیه همه روابطی که من و شما داریم تشکیل خانواده است، رابطه جنسیه و تولید مثله. بله. ولی اگه قرار باشه اینا نباشه، حالا ایشون به عنوان پدر به نظر شما چگونه نقشی رو دارن در زندگیتون؟
یعنی چقدر مثبت یا منفی یا اونجا باز گرفتاری‌ها و تفاوت‌ها مسئله آفرینه؟ حالا به عنوان پدر از نظر مالی خیلی پدر خوبیان، یعنی همیشه مثلا که بچه هاشون چیزی بخوان میگیرن براشون، جای تفریحی دوست داشته باشن ببرن میبرن، ولی آدمی نیستش که خودش به قول معروف فعال باشه. یعنی اگر من نباشم توی زندگی و من اون حالت به قول معروف تدارکات پشت صحنه و پلان ریزی ها و کارا رو انجام ندم، ایشون ترجیح میده دو تا مثلا یه روز ویکند به عنوان مثلا من بخوام پدریش رو به شما بگم، ترجیح میده که اگه من کار باشم یا میتینگ داشته باشم یا اصلا بیرون برم خرید داشته باشم، ترجیح میده دو تا اسکرین بده دست بچه ها بشینن تا میتونن برنامه ببینن. خب اون که دیگه درست نیست. آره. چون مسئله اصلی اینوالومنت عزیز، مسئله اصلی درگیریه، چون اولا برای زن و شوهر نشون دادن وقتی با هم کار میکنن که میتونن زندگی، برای خصوص بچه ها مسئله وقت و انرژیست که میگذارین. و اینجا وقت رو بگم، چون یه دو حقه بازی میکنن کوالیتی تایم، اصلا همه وقت ها باید کوالیتی تایم باشه، یعنی کیفیت خوبی داشته باشه، ولی قرار است که در اوقات فراغت بچه ها یا با اونها ما برنامه داشته باشیم یا برنامه هایی رو براشون بگذاریم که هم درست و خوبه، هم بچه ها ترجیح میدن با اونها باشن نه با ما. در غیر این صورت بهترین این است که با ما و کنار ما باشن. بنابراین بر اساس تعریف شما اونچنین نقش پدری رو غیر از مسئله اینکه پرووایدر هستن که خب اصولا نقشی بوده که مردان داشتن در جهت فراهم کردن نیازهای مادی، اونگونه نکشن. حالا پرسش دیگری که دارم، ایشون چقدر با مسئله جدایی و طلاق کنار میان یا نمیان؟ یعنی اگر اول بذاری سوال قبلشو بکنم، چقدر حاضر هستن قبول کنن که نگاه ایشون، نظر ایشون درباره موضوعها همراه با یه استراب و ایبس و وسواس و افسردگی و یه نگاه بد و منفی، یا اینکه نه خودشون رو آدم واقعی عاقل و آگاه میبینند؟ حالا خودشون رو تقریبا من میتونم بگم اینجوری میبینن الانم که حتی با اینکه دایاگنوز شدن و دارو مصرف میکنن، به قول معروف یه حالت سرسری میگیرن این حالت رو، مصرف داره میکنه دارو رو، ولی یه جوری همیشه پریتند میکنن که انگار من ایرادا، من مشکل دارم. یعنی ایشون هنوز با اینکه پروف سالها نشون داده و مشاوره هایی که میریم مشکلا رو که مطرح میکنیم و صحبت میکنیم حالت واقعا صادقانه، همیشه جوریه که انگار من مشکل هستم و چرا من نمیتونم به این چیزی که یه روزی انتخابش کردم دیگه الان راضی باشم. و منم حرفم اینه که من یه زمانی جوان بودم، یه انتخابی کردم و واقعا هم ایشون مرد خوبیه، من نمیگم ایشون مرد بدی هستن، ولی واقعا آقای دکتر از نظر اینکه حضور داشته باشن و رشد و اصلا دلشون بخواد، مثلا فرض کنید شما دست میزنید توی خاک، این خاک رو تو دستتون لمس بکنین، تکسچر این خاک رو ببینین چیه، ارتباط برقرار کنین، ایشون کوره. یعنی فقط اینجوریه که اوکی میخوای گل بکاریم توی این باغچه ها، آره مثلا من اینطوری هم که آره ببین چه گلای خوشگلی، چه رنگ قشنگی دارن، مثلا وای چقدر اینجا خوشگل میشه، طرحش رو اینجوری بکنه. بعد ایشون اینطوری هم کجا میخوای بکاری بگو، من بیلو بردارم بیم 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 بزنم، اه مثلا معذرت خواهم، پدر سگ این سنگ رو ببین اینجا دارم، یعنی تبدیلش میکنه به یک فضای اعصاب خردی. بعد من احساس میکنم او مای گاد، مثلا ما الان رفتیم انقدر پول دادیم اومدیم گل خریدیم، گل کاری کنیم که لذت بخش و مفرح باشه، یه چیزی هم بچه ها یاد بگیرن از پلانتینگ و پلانت کردن و آب دادن بعد پلانت به گل و اینا، بعد ایشون مثلا یه کلوخه ببینه تو خاک، این دیگه شروع میکنه به فوش دادن و مثلا اون حالتی برخورد کردن. بعد کار همیشگی من سالها چی بوده تو این شرایط و چلنج قرار میگرفتم، شونه هاشو به مالن یه آب بشه، حالا ناراحت نباش، حالا اشکالی که نداره، بعد شروع بکنه به در و دیوار و زمان خوش. بعد که من هم طبیع بشم
من بهش بگم واقعا I'm done with this behavior. من دیگه واقعا خسته شدم از این رفتارهای تو. من دیگه نمیتونم با تو زندگی بکنم با این مدل تو کلا. خب وقت چی میگه؟ با چقدر حاضرن که نه کوتاه اومدن، نه از اینکه ظاهری بپذیرن یا قدمای اول رو بردارن، نه از اینکه متوجه بشن موضوع بسیار جدی است و باید برش کاری کرد. آیا چنین متوجه نشدن آقای دکتر؟ من فکر میکنم خب پس بنابراین امیدی نیست که ایشون حاضر باشن قبول کنن که یه نوع دیگه از زندگی هم وجود داره، حال دیگری هم هست و شاید ایشون بهتره این مواردی که بهش عادت کردن و عادی میدونن رو کنار بذارن و یه کار دیگه بکنن، حداقل برای حفظ زندگی و ادامه یه زندگی، چون این تیپ افراد معمولا به وجود خانواده، اینکه بچه ها کنار پدر و مادر باشن اهمیت بسیار میدن. خب چند روز حاضر هستن بپذیرن که این دنیایی که من برای خودم ساختم اون دنیایی نیست که میتونم بسازم که خیلی هم بهتره، یعنی یه همچین آمادگی شما در ایشون نمیبینید. درسته. من فکر میکنم آقای دکتر الان نه خواهش میکنه، دختر 4 سالتونه دیگه، درسته؟ من والا فکر کنم آقای دکتر بعد از تمام این پلنجاره این سالها ما در این زندگی الان به اون بخش این که قانه بشن ایشون که مشکل هستش و دنیای دیگه ای هست، آدم ها میتونن لمس کنن، ارتباط برقرار کنن، کانکت بشن و اصلا از دنیا لذتی ببرن رسیدن، منتها الان که چقدر بتونن اون تغییر خودشون انجام بدن و در چه لولی واقعا برسونن، که آیا اون لول هم برای من نوعی هم واقعا رضایت بخش باشه با وجود خب اون تیکه آخرش بستر است. ببینید من چون فراغون با دوستانی مانند همسر شما کار کردم، اون زمانی که گفتم یه چیزی بیشتر از 15,000 تا زن و شوهر رو میتونم بگم تو کار تراپی داشتم در اون زمانی که کار میکردم. وقتی که همچین آمادگی هست، بعدم به هر حال بهره هوشی بالاست، تحصیلاتی دارن، همه اینا دست به دست هم میده و اون رو قبول میکنن. فقط مهم این است که یه راهنمایی داشته باشن که در این تاریکی که ایشون میبینند قبول کنن که من قرار نیست صبر کنم تا روز روشن بشه. من میتونم در تاریکی هم از لس آنجلس برم به نیویورک، مشروط بر اینکه اتومبیلی داشته باشم که 20 متر جلوش رو به طول نور بندازه. من احتیاج نره تمام کشور روشن باشه. 20 متر جلو من روشن باشه، من میتونم با جاده برم صحیح و سالم با خاطر آسوده از لس آنجلس 3000 مایل برم برسم به نیویورک. اگر اینو بپذیرن مهمه. دوم اینی که فکر کنم ولی همه چی خراب میشه، چون یه تیپی ماننده ایشون با اون نگرانیاشون با این واقعیت هم روبرو هستن که اگر خراب شد همه چی خراب میشه. یعنی و حالا یه دلیلی پیدا میکنن برای تغییر، برای که ما به 3 دلیل تغییر پیدا میکنیم. دلیل اول این است که آنچنان ضربه میخوریم و آسیب میخوریم که چاره جز تغییر نداریم. دلیل دوم که از خودمون و زندگیمون و حوصله‌مون سر میره و تغییر میکنیم. دلیل سوم که میبینیم دیگران تغییر کردن و عوض شدن، پس ما هم امیدی از این 3 دلیل برای تغییر وجود داره. دلیل چهارمی حداقل در دنیای علم نمیشناسیم و به نظر من اینجا به ایشون رسیدن. اینکه حالا بتونید در امریکا که آمدید یه روانشناس خوب چه حضوری چه از طریق تلفن پیدا کنید که بتونن این ضربات رو بزنن و شما رو به یه راه و جاده تازه بیارن، اون موضوع و مسئله اصلی است. ولی تفاوتتون آشکاره و به همچنین که نمیخوام بگم، ولی درست مثل مواردی میونه که من با یه مرد وسواسی مجبور روبرو هستم یا حداقل OCD یا Obsessive Compulsive Disorder و یه زنی که زمینه هیجانی نمایشی رو هم داره و حالا ترکیب این دوتا همون بلایی است که من باورم این بود که از 15,000 نفر دوستانی که دیدم بیش از نیمشون، یعنی ای بس 8,000 تاشون واقعا مثلا چون افراد تحصیل کرده و آگاه در این شهر بودن، مرد وسواسی، زن هیجانی و متاسفانه میتونست خیلی کارا بکنه. حالا جالب اینه که شما از آغاز اون زمینه هیجانی رو در ایشون ندیدید. چرا خواستید با ایشون باشید؟ من فکر کنم بیشتر به خاطر اعتماد و اطمینانی که به ایشون میتونستید در جهت اینکه با شما باشند و کنار شما بمونن اونو در ایشون حس کرده بودید. ولی خب اون به تنهایی کافی نیست.
به حال عزیز من فکر میکنم فقط شما یه مقایسه ای دارید، شادم نمیدونم صحبت های من شما کمکی بکنه به ایشون، برای که حرف های دیگری هم بود که میترسم ازش بهره دیگری یا بهره برداری دیگری بکنن، ولی به نظر من چاره ای ندارید عزیز، با ایشون یه پروی کسی آگاهی برید که بتونه بهتون بالاخره بگه کجا ایستادید، چون راهی که شما دارید میرید پایان خوب و خوشی نداره، یعنی این راه باید عوض بشه، اصلا توش تردید نکنید، و بنابراین حالا که باید تغییر بکنه، اگر ایشون حاضرن با شما کنار این تغییر بمونن امیدی هست، در غیر این صورت هر چهار شما سخت میتونید آسیب ببینید. من فکر میکنم آقای دکتر ایشون حاضر به تغییر الان دیگه هستن، الان مشکل شد همون قسمتی که من گفتیم، یعنی من الان احساس کنم دیگه برای لاف میکینگ و اینتیمیسی من واقعا احساس میکنم من اصلا جور دیگه ای رو میخوام، یعنی متوجه میخواستم همیشه، ولی خب در حال یعنی احساس کنم خب پس الان وقت حق خود من به عنوان آره دیگه خوبش. نه حرفت این است که it's good but it's not good enough، یعنی خوب است ولی به اندازه کافی نیست. نمیدونم عزیز، ببینید چه میکنید با توجه به حرفایی که با هم زدیم، اگر یه وقتی ایشون دلشون خواست دوتایی با هم روی خط بیاد خوشحال میشم، تنهایی فکر نمیکنم، نه ایشون با گفتگو به جایی برسیم نه با شما، امیدوارم که به هر حال راهی پیدا بشه و بتونید مسیر رو و هدف رو تغییر بدید به این امید که به جایی بهتر از اون چیزی که دارید الان میرید برسید. فقط مایلم به ایشون هم اگر حالا نتیجه رو میخواد بگید هست که راهی که انتخاب شده و دارید میرید پایان خوب و خوشی برای هیچ کدوم از شما چهار نداره، حداقل در کوتاه مدت نداره، پس بهتره یه فکری بکنید و امیدوارم چنین بشود، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی محبت کردین آقای دکتر، خوشحال شدم، زنده باشید، خدا نگهدارتون.